سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در بردمه های ایران فردا درودی ویژه دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه بیست و دوم فروردین ماه ایرانی برابر با دهم ده آوریل 2023 میلادی رو در قیاب مطبوعات چپ تهران با هم مرور میکنیم با تازه های از ایران منطقه و جهان خب امروز حسب گزارش نهادهای زی سلاح در جمهوری اسلامی عید فطر اعلام شد بعد از حدودا سی روز روزداری مؤمنان و مسلمین امروز رو حسب آین اسلامی به عید نشستند و جمهوری اسلامی علا همیشه مشکلی برای تیم رؤیت ماه یا به تعبیری تیم رؤیت استحلال همواره مشکل داشتند اما این بار گویا کمی بدون مشکل تر قادر به رؤیت ماه کامل شدند و امروز رو اید فطر اعلام کردند حسب یک آین همیشگی در نظام جمهوری اسلامی نماز اید فطر و رهبری جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند و امروز هم این شد بخش عظیمی از مطالب بردمی شب به تحلیل حول اظهارات ایشان در نماز عید فطر اختصاص خواهد داشت نخواست میخواهم که کوتاه لحظه ورود ایشان رو یک نگاهی داشته باشیم همینجوری که صحبت میکنم صحنه های برگزیده از لحظات ورود آیتالله الله علی خامنی رهبری جمهوری اسلامی ایران رو به صحنه مصلا یعنی محل برگزاری سلات و نماز رو میبینیم که از سوی رسانه های رسمی جمهوری اسلامی پوشش داده شده و در حین ورود ایشان تا استقرار در محل محراب به دفعات شاهد آن بودیم که مکبر یا کسانی که در این آین مساعدت و مشارکت می کنند با عباراتی بسیار پرتمتراق حتی سراحتا ایشون رو نائب امام دوازدهم شیعیان یعنی مهدی می وقت نماز است موقع اقتدا به امام امام المسلمین نائب المهدی امام المسلمین نائب المهدی زعیم حکیم ادبیاتشون هم خیلی دیگه متفاوت میشه لحظه به لحظه میبینیم زعیم حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای خب در ادامه این مراسم آقای خامنه ای نماز ایده فطر رو برگزار کرد و نکات جالب توجهی که من میتونستم در این تصاویر ببینم خب همیشه چنین مراسمی حاوی یک سری حواشی هستش که میتونه معنای خاص خودش رو داشته باشه به طور مشخص از جنبش 88 بعد از قیام انتخاباتی این مفاهیم برجسته تر شده در نزد افکار عمومی به هر صورت تنها و تیکه هایی که رهبری به هاشمی رفسنجانی میانداخت یا حمایتی که از آقای محمود احمدی نژاد میکرد یا حضور برخی از جوانان به هنگام نماز جمعه ای که آقای هاشمی برگزار میکرد و با کفش نماز خوانده بودن که به نحوی از آنها بگن فقط به صرف مسائل سیاسی ما اینجا هستیم از اون زمان به این سو بسیار معنا گرفت تصاویر در صحنه های عمومی مشخصا عبادی به تعبیر خودشون عبادی سی سی چه نماز جمعه باشه چه نماز ایده فطر باشه البته نخواستیم بار این نبوده شاید یکی از نخواستیم بارها بعد از درگذشت آقای سید احمد خمینی دوربین های صدا و سیما متمرکز شدن روی پزشکان وقت ایشان که اون زمان میگفتن دکتر عارف نامی بوده و البته من حضور ذهن ندارم به یاد دارم ما خیلی جوانتر بودیم خبرها رو میدیدیم از اونجا بود که نقش رسانه و تلویزیون ملی جمهوری اسلامی یا صدا جمهوری اسلامی در رسد کردن افکار عمومی یا به تعبیری ارسال پیام بدون در واقع پیام واژگانی مشخص معنای بیشتری گرفته بود این بار هم همین معنا رو داشت حالا نمازگذاری قاسم سلیمانی همین معانی رو داشت شما الان چیدمان رو میبینید همه مسئولین تراز اول دولتی پشت سر آقای خامنی قرار دارن در ردیف اول هستن این خودش نوعی نشان از نمایش پیوند مدیران جمهوری اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی هستش سید حسن خمینی اما این روزها نقش برجسته تری دارد همون گونه شما در تصویر میبینید کنار آقای قالیباف قرار گرفته و همینطور کنار آقای ای این دومین تصویری است که حتی آقای صادق لاریجانی خیلی در تصویر و در صف دورتر از آقای خامنه ای قرار گرفته البته خب رئیسی هم با مقداری فاصله می البته خب نقش مقامات حفاظتی رو هم می با این وصف امکان این رو داشت که بدون هرگونه مانع تصویری رئیسی نفر دوم باشد ولی خب جایگاه حسن خمینی گویی یا مدام در حال برکشن است این از جمله حاشیه است که برای من قابل اهمیت بوده به هر صورت حدود چند ماهی است که خیلی از رسانه ها خیلی از مدیای جمعی تو ایران افکار عمومی افواه روی حسن خمینی متمرکز شدند میتونه معانی خاص خودش رو داشته باشه میتونه از محافل خاص خود بیاد خلاصه از بحث جانشینی گرفته تا سایر مباحث بوی مشارکت بخشی و مهرورزی بیشتر به این فقیه جماران نشین میدهد روزی روزگاری اشاره کرده بودم به خاطر همنشینی و همدوشی با جریانهای اصلاحی مقداری مغذوب شده بود مقداری مقهور شده بود و حتی در خبرگ برای خبرگان رهبری رد صلاحیت شده بود حتی در مرقد آیت الله خمینی زمانی که آقای خامنه ای سخنران بود به طور پیش در آمد شبه نظامیان و شاخک های رادیکال نزدیک به رهبری مقداری بر او شوریدند حتی سخنرانیش رو قطع کرده بودند و بعد خامنی اومد و پیشانیش رو بوس کرد حتی این این آقای خامنیه حالا بده به هر روی هر که بود یه مهندسی تخریب پیشینی رو ما شاهد بودیم الان یک مهندسی تحبیب رو شاهدیم یک جوری برکشانی احتمام متمرکز شدن اینها میتونه هاوی و حامل معانی خاص خودش باشه به لحاظ حاشیه و در واقع فرم رویداد که در این مراسم برگزار شد نکته دیگری که من در این تصاویر میدیدم حضور پررنگ خود نظامیان بوده خیلی شما الان میبینید همه نظامیان هم در به صف شده بودن پشت سر آقای خامنه ای و خب اساسا چند است که نظام رنگ و بوی نظامی تر گرفته اما برگردم به, به تعبیری محتوای اظهارات آقای خامنه ای مهمترین مطلبی رو که هم جامعه منتظر شنیدن آن بود هم رسانه ها در واقع نوع واکنش آقای خامنه ای رو چشم در راه بودند هم احتمالا مقاماتی که پشت سرش نماز میخوندن نوع واکنشش به مسئله حمله اسرائیل بوده که خب البته یک باری واکنش کوتاهی داشت قبلا اه... که تنبیه سختی خواهد شده مسئله از این دست امروز هم مطالبی گفته که من میخوام به اون یک اشاره بکنم مستقیم بریم به بخش از اظهاراتش رو بشنویم مطالبش خب خیلی زیاده از جنگ تمدنی با غرب سخن گفته اما این بخشی رو که مشخصا به مسئله حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی اشاره داشت مهمتر نکتهش این بوده که شون گفت که بله به خاک ما یعنی خب به خاک ایران در واقع حمله شده و این رو یک ضرورت میدانست برای پاسخی چرا این مهمه بخشی از نظام نوازان بخشی از کسانی که خود رو زب در محضر ولایت میدانند و به هر قیمت سعی میکنن مفاهیم و آموزه های سیاست بینالملل رو دگرگون کنند برای توجیه ناکارآمدی جمهوری اسلامی میگفتند حالا کنسولگری نبوده ساختمان پیوست شده به آن بوده لزوما معنای حمله به خاک رو نمیدهد اما ایشون آب پاکی رو اینجا ریخت و ببینیم چه میگوید این راجع به اونها اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبس و شرارت و خطاست یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود کنسولگری و دستگاه های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک، همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن این عرف دنیاست خب اینجا دیگه رسما ایشون خودش هم داره اذعان میکنه از این پس من خواهشه که دارم از کسانی که میزان ارادتشون به ولایت بالا هست خودش داره میگه که به منزله خاک اون کشور محسوب میشه ادامه رو ببینیم خیلی کوتاه من بایستی زمان رو مدیریت کنم رژیم رژیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد خب لحظه هم که میگوید که رژیم خبیس اشتباه کرد و تنبیه باید بشه میبینیم چهره نظامیان برجسته میشه و کمی هم مشخصا آقای حاجی زاده که مثلا میخوام بگن که مسئولیت به ایشون واگذار شده که احتمالاً انتقام سخت رو بخواد بگیره همون حاجی زاده که هواپیمایی مسافر بری و ایران اوکراین رو زده بود و صد خوردی صد تا نزدیک 180 انسان رو بیگناه کشت کوتاه ببینیم ادامش رو چون روی همین تمام تمام برنامه محتمل متمرکز به این مطلب خواهد شد اما خیلی مطلب تدوین کردن داغدار شهیدانمون شدیم شهیدان از قبیل شهید زاهدی شهید رحیمی دیگر همراهانشون بعد قبلا هم عرض کردم اینها عاشق شهادت بودند اینا چیزی از دست ندادن خوشا به حالش اینا کسانی بودند که یک عمر دنبال شهادت دویدند خدا بهشون این اجرت رو داد به خاطر جهادشون خوشا ما داغدار شدیم اما اونها کام, کام یاب شدند اونها توانستند به مقصود خودشون برسند هم اونها هم شهدای امنیت در بلوچستان این جوانان عزیزی که از مرزهای کشور دارن حراست میکنند جانشون رو کف دستشون گرفتن ملت داغدار این هاست خدای متعال به ملت ایران در بخش از اظهارات آیت الله علی خامنهای شاهد آن بودیم که باز با اندوهی نسبی و با بغض به یاد کسانی که در کنسولگری کشته شده بودن هم یاد و نامشون رو گرامی داشت همین شیوهی که در, سال در لحظه تشعی جنازه و نماز گذاردن برای قاسم سلیمانی هم یک نیمچه بغزی رو داشت و یه گریه کوچکی کرده بود البته این گریه خیلی مصنوعی تر به نظر می آمد و هر روی ایشون به نحوی از آنها از سوی نظامیان متهم شده که خب برخی از بازوان نظامیاشون رو گوشت دم توپ کرده و همینجور بر سیاست های تبلیغی تخریبی علیه اسرائیل میکوشه اما هزینه ها رو سرداران سپاهی دارن میدن در معرض و آستان بدگمانی خانواده های نظامیان هم قرار گرفته بود اما میخوام تحلیل داشته باشم بر این بخش از اظهارات رهبری جمهوری اسلامی خب موازه خیلی به تعبیری حماسی هیجانی نداشت موازه زمان دهنده بود در بطن پیام خودش بازی حاوی یک پیامی بوده به کشورهای غربی به امریکا یک جوری زمان میخواست بخره که حتما تنبیه خواهد شد اما یک جوری پیام مذاکره پنهان بوده چون میدونه طبعات هر گونه حمله مستقیم از تهران به اسرائیل چه خواهد بود ایشون اینو خودش خوب میدونه که میتونه اصلا منجر به فروپاشی کلیت نظام منجر بشه برای همین بوده که خیلی هیجانی اقتدار پوشالی و چیزی که همیشه روال بوده رو اعمال نکرد اما در بطن این انعطاف کلام میتوان مفهوم پیام مذاکره و در مذاکره باز هست رو به نحوی از آنها دریافت بعد از سفر آقای امیر یا به عمان این گمانه ها به این گزاره ها در نزد افکار عمومی به همینطور رسانه ها تقویت شده بود این مدل برخورد ایشان که زمان مشخصی را مثلا اشاره نکرد قدرتمندانه بیان نکرد در حد اینکه رژیم خبیس خطایی کرد و در دیپلماسی واژگانی که اساساً نوعی تون زبانی و ترقامی حد اکثری رو داشت تا حدود زیادی سعی کرد که در اون مسیر دیپلماتیک باقی بمونه و از این منظر به این جانب گمان میکنم که تحلیل من این هست که اینجا هم ایشون به نحوی زنها میخواست یه پیامی هم بده که به هر روی راه مذاکره هم باز هست اعتمالا خب رو امتیازاتی خواهند گرفت و این درب آتش جهنم رو روی جمهوری اسلامی باز نخواهد کرد این شناختی است که این جانب از ایشان دارم و از اظهاراتشون در طول این سالیانی که به هر روی تحلیل محتوای مطالب ایشون رو داشتیم خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب البته دیگر مطالب که نبایستی بگم به خاطر اینکه خود مطالب ایشون خیلی مطالب دیگری داشت من خیلی دوست داشتم بحث نبرد تمدنی رو هم یک اشاره بکنم خیلی کوتاه بگم که شما دیدید آقای خامنه ای در حال صحبت درباره نظامیان کشته شده در حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در حالی که خب بغض کرده بود از محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاجی رحمی ذکر نام کرد و گفت که ما داغدار شهدایمان هستیم نکته جالب توجه دیگری که برای من قابل تأمل بوده به سیاست داخلی اشاره داشت و به دو قطبی شدن جامعه ایران به بیتوجهی نسل جوان ایرانی به مظاهر یا شعائر مذهبی به روزخاری هایی که گذاره شد که کل ایران اصلا گویی یا در یک رفتاری اعتراضی دست به روزخاری های علنی می زدن. من حتی دیدم تو بلاگرهای های کشور مصر و برخیز کشورهای مسلمان مثل ترکیه هم مورد حیرت و تعجبشون شده بود که چگونه است که جامعه ایرانی این میزان روزخاریه به شیوه اعتراضی رو اتخاذ کرده ایشان با انتقاد از گزارش هایی که در ماه رمضان از تظاهر به روزخاری به ایشان رسید گفت که یقیناً جمهوری اسلامی نمیخواهد کسانی رو به زور وادار به دینداری کند اما از معموران نهی از منکر و امر به معروف خواهد خواست که وظیفه شان رو در برابر شکنی انجام دهند این در حالی است که من پیشتر می دیدم خیلی از کارشناسان از جناب عباس عبدی هم گفته بود که اساسا تشکیک به حقانیت نظام جمهوری اسلامی در اردوگاه دینداران هم بسیار بالا رفته ما هم به دفعات به لحاظ رفتارشناسی به این نکته اشاره کردیم که اساسا نوعی دینگریزی در نسل جدید ایرانی نمایان شده بخشی از این بیمیدی به دینپذیری بخشی از این بیعتنائی به شعائر و مظاهر دینی در نسل جوان ایرانی رو بسیاری از جامعه شناسان و کارشناسان برآمده از حکومت دینی میدانند که تلاش داشت ارزش های خودشون رو به زور به جامعه تحمیل کنند و بعد از انقلاب محسا یا انقلاب زن زندگی آزادی در سال 1401 این گسل گفتمانی بین نسل جامع، جدید جامعه ایرانی و حکومت بسیار بیش از پیش شده خبرها و نظرها رو من دنبال کنم در وقت باقی مانده با چند مطلب دیگه خب حتما مطلع شدید که گروه موسوم جعش العد مجدد حمله ای داشت به نیروهای انتظامی و به ماشین نیروی انتظامی تصاویر رو هم منتشر کرده بودن محل خانش های زیادی شده بود من تصاویر رو دیدم خودم و هر روی متاثر شدم از این منظر که چرخه خشونت به این یک کلمه هیچ کنه حقانیتی برای گفتمان دموکراسی خواهی نمیاره در هر صورت جشن مسئولیت حمله به سه خودروی نیروهای نظامی در سوران و سیب رو بر عهده گرفته شما تو تصاویر هم دارید میبینید هرچند کمی تلخ هستش پنج معمور پلیس دردم در همون حملات اینها کشته شدن من در اتاقهای کلاب هاوسی هم شرکت کردم دیدم بعضی از این هموطنانی که گرایش های سی رادیکال تر علیه جمهوری اسلامی دارند خب این رو به مسابقه یک آغاز یک مبارزه مسلحانه حقانی نام می من خیلی کوتاه باید اشاره کنم که تروریسم یک تعریف مشخص نهادی شده داره اولا که توافق جمعی و جامعی روی تروریسم نیست روی تعریف تروریسم اما در بندهای از قانون اساسی ایالات متحده امریکا مشخصا انجام هر گونه اعمالی که پیشندی شده باشه آمدانه باشه و برای ضربه زدن ناگهانی به یک دولت مستقر به یک نیروهای رزمی و غیر رزمی یک جامعه برای دستیابی به قدرت باشه اون در زمینه در واقع عملیات تروریستی قرار میگیره خیلی از تعریف های دیگری هم که در نهادهای های بوده یک چونین خانشی رو ارائه میکرد از این منظر ما نمیتونیم عملیات های مسلحانی رو که توسط گروه جشل عدر علیه بخش از نیروهای نظامی مثلا حالا نیروهای نظامی انتظامی صورت میگیره بگیم این حقشون این مثلا مستاق عملیات تروریستی نیست چرا این مستاق عملیات تروریستی هستش زمینی که کمکی هم نمیکنه به هر روی نظام مستقر یک نظام مختدر نظامی است که در این ادامه تسلسل و چرخه این مدل خشونت ها دست بالا رو قطعا نظام خواهد داشت از این منظر جز استهلاک جز تضعیف مؤلفه های وحدت ملی در اون مناطق دستاوردی نداره خواه نخواه تأثیر و کامیابی رو که جوانان ایرانی در سراسر ایران در جنبش زن زندگی آزادی پیدا کردن به مسابقه یک محصول و یک گفتمان دموکراتیک قطعا در خشونت و تیراندازی و آدمکشی در هر دو سو نیست از این منظر نمی توانیم به توجیه جنایت های از این دست بپردازیم اما یک نکته رو من نمیخوام نادیده بگیرم خواه ناخواه عدم عدالت لازم عدم توضیع متوا... متوازن <تصفح> مثل عدم تخصیص بودجه در اون مناطق بی توجهی مستمر به برخی از مناطق مثل سیستان و بلوچستان خواه ناخواه نوعی واکنش های افراطی رادیکالی و دست بردن به سلاح رو در پی خواهد داشت و این رو نمیتوان مانع شد یعنی یک بخش از سبب ساز و مسبب این وضعیت خواه خود جمهوری اسلامی هستش وقتی یک روز در جمعه 108 شهروند زاهدانی رو میکوشه و دریغ از تشکیل یک کمیته ی حقیقتیاب برای پیدا کردن قاتلان دریغ از یک تفقد از خانواده ای طبیعتا این انباشت خشم تبدیل به کینه کدورت و سپس خصومت و نبرد مسلحانه خواهد شد پس یک سر ماجرا خواهناخا خود نظام هست که با مظالم خودش این وضعیت رو ایجاد میکنه هر چند برای دست به گفتمان عدالت و توسعه و دموکراسی راهکار مطلوب و مناسبی نیست که بخواد انتخاب بشه یا بخوایم این عملیات رو توجیه کنیم یک خط ظریفی است که تدبیر بالایی رو از سوی نگاران و کارشناسان میتره به من وقت زیادی دیگه ندارم با توجه به قطعات ویدئویی زیادی که داشتم بخش زیادی از برنامه رو بایستی من به فردا شب واگذار کنم و با شما به اشتراک بگذارم تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود